سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز دوازده فروردین ماه 93 علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی دستور تخفیف مجازات بیش از 900 تن از محکومان محاکم عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح را صادر کرد این دستور بر طبق رویه این معمول هر ساله به مناسبت دوازدهم فروردین سال روز تاسیس جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد رئیس قوه قضایی صادر می شود. در این رویه کمیسیون مرکزی اف و بخشودگی قوه قضایی به مناسبت های مختلف مذهبی و حکومتی لیستی از واجدان شرایط را به خامنه ای ارائه می دهد که عمدتا مورد تایید او قرار می گیرد. تخفیف مجازات ها بیشتر شامل محکومان جرائم مربوط به مواد مخدر و سرقت می شوند و تا کنون شامل حال زندانیان سیاسی نشده است. حسن روحانی با پیروی از سیاست های دولت محمود احمدی نژاد خواستار اجرای طرح گردشگری حلال در جزیره کیر شد. ایده اولیه طرح گردشگری حلال برای نخستین بار توسط معاون رئیس سازمان گردشگری در دولت محمود احمدی نژاد مطرح شد. شهباز یزدانی اردی ماه سال 90 در توجیه طرح خود گفته بود توریسم حلال یک محصول جدید از صنعت گردشگری است که برنامه های ویژه را برای مسلمانان تدارک میبیند چرا که آنها دوست دارند در طول سفر به آداب مذهبی خود نیز عمل کنند. آن زمان طرح دولت دهم ده با انتقادات زیادی همراه شد تعدادی از کارشناسان معتقد بودند ایران کشوری است که به صورت رسمی دارای گردشگری حلال است و تمام موازین و شعونات اسلامی در آن رعایت می شود. یک سایت حامی اسفندیار رحیم مشروعی در یادداشتی حمایت علی خامنه ای از محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 88 را تایید کرده و به حزب الله نسبت به قدرت گرفتن اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داده است. سایت میدان 72 دو نوشته است حمایت های رهبر جمهوری اسلامی از احمدی نژاد خاص بوده و حزب الله نباید این موضوع را فراموش کند. وبسایت با اشاره به حمایت سریح خامنه ای از احمدی نژاد در خطبای نماز جمعه 29 خرداد 88 نوشته رهبر با این اقدام آتو به دست دشمنان خود داد این سایت نوشته اکبر هاشمی رفسنجانی به جایگاه رهبری فکر میکند و خطاب به حزب الله آورده است مطمئن باشید در آینده اتفاقات دیگری هم خواهد افتاد هنوز پازل تکمیل نشده است روز یکشنبه نیز احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بیان که نامی از اکبر حاشمی رفسنجانی، حسن روحانی و اکبر ناطق نوری ببرد نسبت به تصرف مجلس خبرگان رهبری از سوی ادعی هشدار داد. چندین ماه پس از آنکه پرونده پرسر و صدای اختلاس 3000 میلیاردی از بانک صادرات مختومه اعلام شد، یک مرجع تقلید حکومتی گفته اگر مردم در زمان انقلاب این فساد را میدیدند به اسلام روی نمی آوردند. این پرونده که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران یاد می شود در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اتفاق افتاد و گرچه نام محافرید خسروی به عنوان متهم اصلی در آن مطرح شد اما بسیاری از رسانه ها فاش کردند انبوهی از مقامات ریز و درشت حکومتی در این فساد دست داشتند عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید قم گفته مردمی که سال 1357 امام خمینی به عمل صالح او را دیدند و به طرف اسلام آمدند اگر اختلاس 3000 میلیارد تومانی را میدیدند خروج میکردند به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای جوادی آملی در دیدار با رئیس پلیس از مردم خواسته اصراف نکنند با بانک ها روابط نامشروع نداشته باشند و دست به اختلاس 3000 میلیارد تومانی نزنند جوادی آملی با وجود وقوع اختلاس 3000 میلیارد تومانی و فساد گسترده در جمهوری اسلامی گفته است که اطاعت از مسئولان نظام اسلامی واجب است وی ای در این دیدار از دشمنان درونی و خارجی سخن به میان آورده و گفته که این دشمنان از ما شرع و شرفمان را میخواهند این مرجع تقلید افسوده دشمنی قدردار داریم که در داخل ما لانه کرده است و همیشه آماده ی حمله کردن است و مثل مار سمی یا اغرب نیست که با انسان کنار بیاید عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید حکومتی و از طرفداران حسن روحانی است وی در دوران احمدی نژاد از مخالفان سرسخت او بود اما به دلیل رابطه نزدیک خامنه ای با احمدی نژاد سکوت کرده بود اختلاس 3000 میلیاردی نیز در دوران احمدی نژاد و با دست داشتن انبوهی از مقامات حکومتی در زمان احمدی نژاد به وقوع پیوست که در آن زمان آقای جوادی آملی به دلیل نزدیکی رئیس جمهور وقت با خامنه ای انتقاد نکرد اما اینکه که همگان به احمدی نژاد میتازند این مرجع تقرید هم به میدان آمده و از این فساد نجومی انتقاد کرده است پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران یاد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام مهافرید امیر خسروی صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریاست وی متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری بسیاری از مقام های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه های بازرگانی جلی و دریافت وام های کلان بانکی کرده است رسیدگی به این پرونده از عواست مرداد ماه سال 1390 آغاز و در نهایت بهمن ماه همان سال برای 32 تن از متهمان این پرونده کیفر خاص صادر شد. با این حال هیچ یک از مقامات دولت و نیز نمایندگان مجلس که رسانه ها دست داشتن آنها را در این فساد فاش کرده بودند متهم نشدند. در آخرین روزهای اسفند سال گذشته هم قضات دیوان عالی کشور طی رأی جدید خود برای هیچ یک از دو نماینده مجلس که از آنها در فساد سه میلیاردی رد پایی به دست آمده بود محکومیتی صادر نکرد. کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا پیشنویس قطعنامه ای را درباره راهبرد اتحادیه اروپا در برابر ایران به تصویب رسانده است در این پیشنویس به مواردی از جمله نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران رایت نشدن استانداردهای دموکراتیک مدنظر اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری ایران و نیز استفاده از تمامی ابزارها برای قدرتمندتر کردن جامعه مدنی تأکید شده است این قصرنامه از اتحادیه اروپا می خواهد که تا پایان سال 2014 دفتر نمایندگی این اتحادیه را در تهران افتتاح کند و نیز از نامه روزنامه نگاران ایران به حسن روحانی برای بازگشایی انجمن سنفی روزنامه حمایت کرده است. این پیشنویس از ایران می خواهد تا مجازات مرگ را تعلیق کند و نیز از نفوذ خود در سوریه برای توقف جنگ داخلی استفاده کند. همچنین این قطنامه از هیئت‌های اتحادیه اروپا که به ایران سفر می خواسته با اپوزیسیون سیاسی، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی دیدار کنند. کاترین اشتون در 18 همه اسفند ما طی نخستین سفر خود به ایران که از آن به عنوان بخشی از تلاش ها برای کاهش تنش میان ایران و غرب نام برده می شود با حسن روحانی دیدار کرد. ناتو از شلیک مهاجمان ناشناس به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز خبر داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از مرکز کشتیرانی ناتو گزارش داده قایق مهاجم که شش فرد مسلح در آن حضور داشتند دست کم دو بار اقدام به تیراندازی کردند اما خدمه کشتی با باز کردن لوله های فشار قوی آب به سوی دریا موفق شدند حمله را دفع کنند ناتو در مورد هویت این کشتی تجاری و مهاجمان توضیح بیشتری نداده است تنگه هرمز در جنوب ایران از آبراهای استراتژیک جهان است که بخش عمده از نفت و گاز مصرفی جهان از آن عبور می کند. بیشتر قایق های تندرو در آبهای منطقه تنگه هرمز در اختیار سپاه پاسداران است و این نیرو در سالهای اخیر همواره از داشتن تعداد زیادی قایق تندرو برای حفظ امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز سخن گفته است. دولت افغانستان روز سهشنبه دوازدهم فروردین ماه تمام مدارس دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی این کشور تعطیل کرد شورای وزیران افغانستان تصویب کرده است که دانشگاه خصوصی نیز در این روزها تعطیل می‌شوند. شورای وزیران افغانستان اعلام کرد از آنجایی که تعدادی از مراکز رایدهی در مکاتب و نهادهای آموزشی جایگزین گردیده شورای وزیران تا پایان روز یکشنبه مورخ هفته فروردین ماه را برای مدارس و دانشگاه های دولتی و خصوصی به عنوان روزهای تعطیل منظور نموده است. در همین حال مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگویند ادارات دولتی شامل این تصمیم نیست و کارمندان دولت فقط روز برگزاری انتخابات در مرخصی خواهند بود. انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان قرار است تا چهار روز دیگر رسما برگزار گردد. نهادهای امنیتی افغانستان برای برگزاری انتخابات شفاف و سراسری نیروهای ویژه امنیتی را موظف کردند تا انتخابات روز شنبه 16 فروردین در فضای آرام و با امنیت برگزار شود. هرچند مخالفان مسلح دولت به خاطر طالبان اختار دادند که انتخابات افغانستان را مختل خواهند کرد اما مقام های افغان میگویند هیچ تهدیدی برای روند برگزاری انتخابات وجود ندارد مقام های حکومتی افغانستان روز سهشنبه دوازدهم فروردین اعلام کردند که سازمان های اطلاعاتی بیگانه در راستای برهم زدن انتخابات و جلوگیری از شرکت گسترده مردم در انتخابات موفق نخواهند شد ایمل فیزی سخنگوی حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان گفت انتخابات ریاست جمهوری یک روند ملی و سیاسی کشور است و انتخابات پیش رو برای نهادین شدن دموکراسی و آینده افغانستان با اهمیت و سرنوشت ساز می باشد فیزی تاکید کرد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در زمان مشخص خودش برگزار خواهد شد و هیچ تهدیدی در این زمینه وجود ندارد فیزی با در نظر داشتن اوضاع افغانستان گفت تلاش سازمان های اطلاعاتی بیگانه به منظور مختل کردن انتخابات به جایی نخواهد رسید. او تاکید کرد حکومت و نهادهای مسئول دولتی کشور زمینه تامین امنیت و مشارکت هموطنان را در انتخابات پیش را فراهم می کنند و مردم می توانند با خاطری آرام و آسوده در انتخابات شرکت کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای ترغیب اسرائیل و فلسطینی ها به ادامه گفتگوهای صلح وارد تلاویف شد. مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسرائیل که از حدود یک سال پیش با میانجیگری جان کری آغاز شد تا کنون پیشرفتی نداشته است و در آخرین مورد هم پس از خودداری اسرائیل از آزاد کردن 26 زندانی فلسطینی این مذاکرات در خطر شکست قرار گرفته است. قرار بود این گروه از زندانیان فلسطینی در روزهای اخیر آزاد شوند اما اختلافات دو طرف سبب شده است تا اسرائیل از آزادی آنها خودداری کند و فلسطینی ها نیز تهدید کردند که به مذاکرات ادامه نخواهند داد قرار است جانکری امروز سهشنبه برای گفتگو با مقام های فلسطینی به رام الله در کرانه غربی برود در ادامه بحران اوکراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار اصلاحات در قانون اساسی اوکراین شد پوتین همچنین دستور تأسیس وزارتخانه جدیدی به نام کریمی را در ساختار اداری این کشور صادر کرد وزارت دفاع اوکراین هم از عقب نشینی تدریجی نیروهای نظامی روس از مناطق مرزی دو کشور خبر داد و رئیس جمهوری روسیه نیز در گفتگو با مرکل این عقب نشینی را تایید کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواستار اصلاحات در قانون اساسی اوکراین برای ایجاد اطمینان از حقوق مشروع و منافع مردم مناطق مختلف این کشور شد به گزارش خبرگزاری های روسی آقای پوتین این درخواست را در گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان بیان کرد وی در این تماس تلفنی های مختلف بحران اوکراین از جمله همکاری بینالمللی برای اعاده ثبات در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد کاخ کرملین در بیانیه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که پوتین همچنین خواستار اتخاذ تدابیری برای پایان دادن به آنچه که محاصره منطقه روس نشین را در مولداوی و هم مرز با اوکراین خوانده شده است. این گزارش میگوید که پوتین و مرکل با ادامه تماس دو جانبه و در سطوح مختلف موافقت کردند. در همین حال دیمیتری مدودوف نخست وزیر روسیه که به منطقه الحاقی کریمه سفر کرده است گفته پوتین دستور لازم برای تشکیل وزارتخانه مسئول در امور کریمه را امضا کرده است وی افزود پوتین در دستور دیگری اولکسا ساویلیوف را به ریاست وزارت مسئول در امور کریمه منصوب کرد نخست وزیر روسیه ادامه داد معتقدم ایجاد یک ساختار فدرالی جداگانه با شعبه اجرایی در بدنه دولت روسیه برای رسیدگی به امور کریمه و سواستاپول ممکن است مدودوف توضیح داد رئیس جمهور از ابتکار دولت در ارتباط با این دغدغه حمایت و در این راستا دو حکم یاد شده را امضا کرد وی همچنین گفته که کریمه برای جلب سرمایه گذاران به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل خواهد شد مدودوف افسود است هدف مسکو این است که کریمه بتواند برای توسعهاش درآمد کسب کند مدودوف عالیترین مقام روس است که از زمان الحاق کریمه به منطقه سفر می کند. وزارت امور خارجه اوکراین سفر نخست وزیر روسیه به کریمه را نقص فاحش قوانین بین المللی خوانده است. روسیه به اعتراض وزارت امور خارجه اوکراین واکنش نشان داده و گفته است معلوم نیست چرا وزارت خارجه اوکراین چنین یادداشتی را فرستاده است. آن هم در حالی که کریمه بخشی از سرزمین روسیه است. کریمه در پی برگزاری یک همه پرسی که اوکراین و بسیاری دیگر از کشورها آن را غیرقانونی خواندند زمینه خاک روسیه شده است. از سوی دیگر وزیر امور خارجی آلمان از جامعه جهانی خواست تا از بازگشت به دوران جنگ سرد جلوگیری کند به گزارش خبرگزاری ایتارتاس وی ای اظهار داشت ما نباید در قرن 21 به جنگ سرد بازگردیم اما بروز این وضعیت هنوز منتفی نشده است در رویدادی دیگر چند روز پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مکالمه تلفنی با همتای روس خود خواستار عقب نیروهای روس از مرز با اوکراین شد وزارت دفاع اوکراین از عقب نشینی تدریجی نیروهای نظامی روس از مناطق مرزی دو کشور خبر داد. سخنگوی ستاد مشترک وزارت دفاع اوکراین در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری فرانسه با اعلام عقب نشینی بخشی از نیروهای روسی از مرز گفت که نمیتواند آمار دقیقی از کاهش نیروهای روسی در این منطقه بدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم در یک گفتگوی تلفنی با آنگلا مرکر صدر ازم آلمان اطمینان داد که بخشی از نیروهای نظامی خود را در مرزهای شرقی اوکراین را به سمارا واقع در کنار رود ولگا منتقل کند حضور گسترده نیروهای روسیه در مرز اوکراین به ویژه پس از اعلام الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه نگرانی های گسترده ای را در اوکراین و کشورهای غربی سبب شده است اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به دنبال اقدامات بی سابقه روسیه در لشکرکشی به اوکراین این کشور را مورد تحریم قرار داده و گفتند که تحریم ها را شدید تر هم خواهند کرد با این حال به دنبال گفتگوی دو روز پیش وزرای خارجه آمریکا و روسیه و نیز در پی عقب نشینی نیروهای روسی نشانه های از رفع تنش در این منطقه به چشم می خورد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته است مشکلی که ما با کشورهای منطقه به خصوص کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس داریم این است که آمریکایی ها همواره تلاش می کنند ایران را به عنوان تهدیدی برای کشورهای همسایه القا و ایران حراسی را تقویت کنند و به این ترتیب برای تامین منافع خود حضور خود در منطقه را توجیه می کنند اما ما همواره این پیام را داده ایم و ملت همسایه ما هم بر این باور هستند که ایران برای آنها تهدیدی نیست آقای دهقان مدعی شده است که ایران عامل صلح و ثبات و آرامش است اما با این حال تهدید کرده ما هر تهدیدی را در هر سطحی که باشد میتوانیم پاسخگو باشیم احمد گروند جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در سال 92 به طور میانگین هر روز یک درگیری مسلحانه در مرزهای ایران اتفاق افتاده است آقای گراوند در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است در سال گذشته تعدادی از نیروهای جمهوری اسلامی کشته و پنج تن نیز گروگان گرفته شدند جانشین فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی با اشاره به کشته شدن جمشید دونایفر توسط گروه تروریستی جیش در مورد صحت و صقم این خبر اظهار نظری نکرده است گروه تروریستی جشول از چندی پیش اعلام کرد جمشید دونایی فر یکی از پنج مرزبان ایرانی را کشته است. آقای گروان تأکید کرده مسئولیت پنج مرزبان ایرانی به عهده کشور پاکستان است. وبسایت تابناک در خبری فاش کرد فیلتر شدن فیسبوک ماهانه چهل میلیارد تومان سود به جیب مافیا رسد. تابناک نام این مافیا را فاش نکرده اما بر اساس گزارش ها سپاه پاسداران در فروش فیلتر شکن و نیز فیلتر کردن سایت ها نقش عمده ای دارد در روزهای اخیر نیز فرماندهان سپاه به شدت به دولت برای رفع فیلترینگ هشدار دادند در سایت خبری تابناک گزارش مفصلی منتشر شده است که مربوط به فیلتر شدن فیسبوک در ایران است. چکیده این گزارش این است مبلغ چهل میلیارد تومان به صورت ماهیانه از بابت فیلتر فیسبوک به جیب یک مافیا ریخته می شود تابناک که سایتی نزدیک به محسن رضایی است نام این مافیا را فاش نکرده است در همین رابطه ماشاءالله شمس الواعظین از روزنامه نگاران اصلاح طلب در فیسبوک خود نوشت با احتساب این چهل میلیارد تومان اگر کل درآمد ناشی از فروش فیلتر شکن را در کشور محاسبه کنیم این مبلغ به 100 میلیارد تومان در ماه میرسد شمسل وایزین پرسیده است چه کسانی در این بیزنس بسیار حیرت آور دست دارند نقش این افراد در تصویب قانون جرایم رایانه و ابقای آن چیست وی در ادامه پرسش های خود پرسید مبلغ یاد شده به حساب چه شخصیت های حقیقی و حقوقی در این کشور واریز می شود و چرا این موضوع تا کنون از چشم مردم پنهان مانده است آقای شمس در پایان هم نوشته است اگر این موضوع به اطلاع مقامات بلند پایه کشور رسیده چرا آنها تا کنون در مورد آن سکوت کردند و چرا در مورد جلوگیری از ادامه این بیزنس شگفتاور وانگاه انگاه رفع فیلتر اینترنت اقدام نکردند فیسبوک در ایران توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده است پیش از این چند تن از مقامات دولت روحانی از جمله علی جنتی خواستار بازگشایی این شبکه مجازی شده بودند که هر بار با واکنش شدید سپاه و محافظه کاران روبرو میشد. پیش از این عبدالسمد خورم آبادی رئیس کارگروه تعیین مسادیق محتوای مجرمانه فیسبوک را دشمن نظام جمهوری اسلامی سایتی صهیونیستی و جاسوسی و سایتی دارای محتوای مستحجن و عامل روابط نامشروع خوانده بود دو روز پیش نیز حمید رضا مقدم فر معاون سپاه گفته بود نباید دقدقه مسئولان فرهنگی کشور رفع فیلتر فیسبوک باشد بر اساس برخی از گزارش ها سپاه پاسداران در ایران سایت های پربازدید را فیلتر و سپس خود فیلتر شکن را به مردم میفروشد. چندی قبل نیز فیلتر شکن ها به مدت یک روز قطع و مجدن ده هزار تومان گرانتر در اختیار مردم قرار گرفت. که های منتقد حکومت فاش کردن. سپاه در این کار دست داشته است دبیر ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفته است بیش از یک میلیون و پانصد هزار روحانی به مناسبت های مختلف در مدارس کشور حضور یافته و به انجام امور تبلیغی و مشاوره های مذهبی می‌پردازند. مشتبه ملکی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین گفته در راستای همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش طلاب و روحانیون در مدارس حضور میابند و به بیان احکام شرعی و مشاوره به دانش آموزان میپردازند. مشاور وزیر آموزش و پرورش مدعی شده حضور طلاب و روحانیون در مدارس با دعوت انجمن اولیا و مربیان و تحت نظارت مدیر آموزشی صورت میگیرد. مدیر نشر روشنگران و مطالعات زنان معتقد است در دولت تدبیر و امید تغییر و تحولی در وزارت ارشاد صورت نگرفته و فقط اتاق مسئولان تغییر کرده است و سیاست دولت حسن روحانی در حوزه نشر و کتاب به همان روال گذشته باقی مانده است شهلا لاهیجی با طرح این پرسش که آیا در کشور به جز مجلس نهاد قانونگذار دیگری هم وجود دارد یا خیر گفته علی جنتی تأکید کرده که ممیزی را ادامه می دهد و برای من جالب است که وقتی طبق قانون اساسی قوه مجری مسئولیت حفظ و اجرای قانون را به عهده دارد ایشان چگونه می تواند نگاهی فراقانونی داشته باشد خانم لاهیجی همچنین خبر داده 34 عنوان از کتاب های این انتشارات همچنان با ممنوعیت انتشار مواجه است دولت حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته وعده داده بود در حوزه نشر و کتاب تحول بنیادی به وجود آورد. محمد حسن رحیمیان تولیت مسجد جمکران با انتقاد شدید از جشنواره فیلم فجر گفته نباید بودجه کشور صرف برگزاری این جشنواره شود. به گزارش خبرگزاری فارس رحیمیان گفته است در حال حاضر ما شاهد مصرف هزینه های کلانی در برخی از مسائل فرهنگی هستیم که اثر ضد فرهنگ دارد و انسان با مشاهده چنین کارهایی متاسف می شود که هزینه های گذاف و بودجه های متعلق به امام زمان در راه ترویج فساد و انسان های فاسد تباه می شود. روحانیون حاکم بر ایران سال هاست که امام دوازدهم شیعیان را صاحب اصلی این کشور دانسته و خود را نماینده وی در اداره جمهوری اسلامی و ایران معرفی می کنند. به دلیل عدم تصفیه حساب یک آژانس مسافرتی ایرانی با هتلی در ارمنستان این هتل پنجاه مسافر مشهدی این آژانس را به عنوان گرو نگه داشت اتفاق مشابهی نیز در مورد برخی مسافران ایرانی در ترکیه رخ داده است ترکیه، ارمنستان و دبی به دلیل آزادی های اجتماعی از جمله نوشیدن الکل، عدم حجاب اجباری و همچنین برپایی کنسرت های خوانندگان ایرانی مقصد بسیاری از ایرانیان برای تعطیلات نوروزی است. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده که یک هتلدار در ارمنستان پس از آنکه آژانس مسافرتی ایرانی هزینه هتل را پرداخت نکرد، پنجاه نفر از مسافران مشهد را گرو نگه داشت تا این آژانس مسافرتی هزینه هتل را پرداخت کند. آنطور که در این گزارش آمده، آژانس گردشگری ایرانی با نفر سومی در ارمنستان قرارداد بسته بوده تا مبلغ هتل را واریز کند که این اقدام انجام نشده بود و مسافران ایرانی دچار مشکل می شوند. به این ترتیب پنجاه نفر از مسافران مشهد که برای تور ارمنستان ثبت نام کرده بودند و 29 اسفند راهی ارمنستان شدند به دلیل عدم تصویه حساب در هتل به عنوان گرو نگه داشته می بنابر این گزارش این اتفاق در مورد برخی آژانس های گردشگری ایرانی سابقه دار است. در هفته نخست تعطیلات نوروزی امسال 170 ایرانی به دلیل عدم انجام تعهدات آژانس گردشگری در آنتالیا برای بازگشت به ایران به مشکلاتی برخوردند. در تعطیلات نوروز علاوه بر شهرهای شمالی ایران، کشورهای همسایه از جمله ترکیه و ارمنستان مقصد بسیاری از ایرانیان هستند. این کشورها به دلیل نبود محدودیت های مانند رعایت پوشش اسلامی ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی هر ساله مقصد بسیاری از ایرانیان در ایام نوروز هستند بر اساس آمار منتشر شده همکنون ایرانیان در رده چهارم بیشترین گردشگران ترکیه به شمار می روند. طی سال جاری بیش از یک میلیون و هفتصد هزار گردشگر ایرانی برای گذراندن تعطیلات به ترکیه سفر کردند. آنطور که در این گزارش آمده، مسئولان گردشگری ترکیه اعلام کردند که سالانه آماده میزبانی از پنج میلیون گردشگر ایرانی هستند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با پذیرش استعفای دولت این کشور مانوئل والس 51 ساله را به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه معرفی کرد. آقای والس وزیر کشور فرانسه بوده است. ژان مارک ایرو نخست وزیر فرانسه همراه با اعضای کابینه روز دوشنبه از سمت‌های خود استعفا دادند. استعفای دولت 24 ساعت پس از شکست سوسیالیست ها در انتخابات شهرداری ها رخ داد که به دنبال آن فرانس و اولاند رئیس جمهوری تصمیم به ایجاد تغییرات اساسی در دولت گرفت. حزب سوسیالیست حاکم روز یکشنبه در انتخابات شهرداری ها و در 150 شهر این کشور به حزب اصلی اپوزیسیون و حزب راست افراطی باخت. نتیجه ای که حکایت از نارضایتی عمومی از رهبری فرانس و اولاند دارد. آقای اولاند امیدوار است تا با ایجاد تغییرات سازمانی در دولت از میزان نارضایتی ها بکاهد. مجله اکونومیست از مانوئل والز به عنوان سارکوزی سوسیالیست ها نام برده است که اشاره آن به رئیس جمهور شدن نیکولاس سارکوزیست در زمانی که وزیر کشور فرانسه بود. در حالی که هنوز هیچ قطعی از هواپیمای ناپدید شده مالزی به دست نیامده و عمر جب سیاه آن نیز به زودی به پایان میرسد نجیب رزاق نخست وزیر مالزی فردا چهارشنبه برای نظارت نزدیک بر عملیات جستجو به استرالیا می رود. هشام الدین حسین وزیر موقت حمل و نقل مالزی در این خصوص به خبرنگاران گفته است، هدف از این سفر نظارت دست اول بر عملیات و تشکر از کسانی است که از کشورهای گوناگون در آن حضور دارند از سه هفته پیش که پرواز 370 بوینگ 777 خطوط هوایی مالزی ناپدید شد سرنخهایی در مورد مسیر احتمالی پرواز آن به دست آمده و نخست وزیر مالزی در این حال اعلام کرده که هواپیما در اقیانوس هند سقوط کرده است با همه اینها هنوز نه ای از آن به دست آمده و نه جبه سیاه آن پیدا شده است. باتری جبه سیاه تا سی روز می تواند به سطح دریا سیگنال بفرستد. در انتخابات شهرداری های ترکیه در روز یکشنبه سیوم مارس حزب کرد صلح و دموکراسی BDP کنترل نه استان را به دست آورد. سایت خبری رودا از اربیل کردستان عراق اعلام کرد آمارهای تایید نشده حکایت از پیروزی حزب کرد بی دی پی در استانهای کردنشین دیاربکر، باتمان، سیرناک، حکاری، وان، اگدیر، سیرت و درسیم دارد. بی دی پی با پیروزی سیاستمدار کرد احمد ترک و کاندید یک زن آشوری به طور مشترک شهرداری ماردین را در اختیار گرفت. حزب کرد بی دی پی برای اولین بار در سال 2009 در انتخابات شهرداری های ترکیه اجازه شرکت یافت و توانست در 99 شهر کوچک به پیروزی برسد. در آن انتخابات این حزب 5 ممیز 7 درصد آرا را از آن خود کرد و این رقم را در انتخابات پارلمانی 2011 به 6.5 درصد افزایش داد. حزب حاکم عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان اکثریت آرا را در انتخابات روز یکشنبه این کشور به دست آورده و حوزه اصلی پیروزی این حزب در مناطق غربی کشور بوده است در مناطق شرقی این حزب با حزب بی دی پی برای آرای کردهای ترکیه رقابت می کند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در رقابت های انتخاباتی در شهر کردنشین دیاربکر به حزب بی دی پی حمله کرد و آن را شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه دانست. او گفت که این حزب جوانان کرد را به کوهستان ها میفرستد تا کشته شوند. اما در جریان انتخابات اخیر حزب حاکم 45 نفر از زندانیان کرد را که متهم به هواداری از حزب کارگران کردستان ترکیه بودند از زندان آزاد کرد. بسیاری معتقدند که این آزادی برای دلجویی از کردها در آستانه انتخابات شهرداری ها صورت گرفته است. رهبران کرد از آزادی زندانیان استقبال کردند اما در نیت دولت ترکیه برای برقراری صلح پایدار با کردها ابراز تردید کردند. سازمان آفه بینون در بیانیه ای اعلام کرد از آغاز سال 2014 دست کم 1500 نفر در اثر حملات گروه اسلامگرای تندرو بوکوهرام در نیجریه و خشونت نیروهای امنیتی کشته شدند. بر اساس گزارش اف بین الملل، بیش از نیمی از کشته شدگان را غیر نظامیان تشکیل میدهند اف عفه بین الملل از جامعه جهانی خواسته است که این رویداد را هرچه سریعتر و به شکلی جامع مورد تحقیق قرار دهد. ده را که میتواند به عنوان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شناخته شود. بنا به این گزارش اعضای بوکو حرام در چهاردهم مارس به ساختمان یک زندان در مایدیگوری پایتخت ایالت شمال شرقی برنو حمله کرده و صدها نفر از زندانیان را آزاد کردند. این گروه پس از آنکه ارتش کنترل زندان را به دست گرفت، بیش از 600 نفر را در این شهر به قتل رساندند که بسیاری از آنها از زندانیان غیر مسلح بودند. مجمعه بین المللی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در گزارش تازه درباره تغییرات اقلیمی در مورد تاثیر مخرب این پدیده بر زندگی و معاش بشر در آینده هشدار داد. در این گزارش که با همکاری دانشمندان کشورهای گوناگون تهیه شده، گفته می شود که تاثیر فعالیت بشر و گرم شدن هوا اکنون خود را به شکل زوب شدن یخهای قطب بارندگی های سیلاسا و رخ دادن مصیبت های عظیم طبیعی نشان می دهد. اما در دراز مدت با زیر آب رفتن زمین های قابل کشت و بروز خشکسالی در مناطقی دیگر امنیت غذایی جهان و معاش بشر تهدید می شود. مجمع بین المللی تغییرات آب و هوایی سال 1988 با همکاری سازمان جهانی هواشناسی و برنامه محیط زیست ملل متحد با هدف اطلاع رسانی علمی درباره تغییرات آب و هوایی و تاثیرات اقلیمی و اجتماعی اقتصادی آن تأسیس شد. در حال حاضر 195 کشور جهان در این مجمع عضویت دارند. منابع محلی یمنی گفتند افراد مسلح موتورسوار به سمت مرکز پلیس شهر از زاله در جنوب یمن تیراندازی کردند در این تیراندازی دو نیروی پلیس کشته و یکی دیگر نیز زخمی شد از سوی دیگر عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهوری یمن از جمهوری اسلامی ایران خواست تا از حمایت از جدایی طلبان در جنوب یمن و گروه های مذهبی در شمال یمن دست بکشد عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن در گفتوگی که در روزنامه عربی زبان الحیات منتشر شد ضمن اظهار اینکه جمهوری اسلامی در یمن دخالت می کند خواست تا سیاست های اشتباه خود را در قبال یمن اصلاح کند رئیس جمهوری یمن در این گفتگو ابزود متاسفانه دخالت های جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد چه از طریق حمایت از جدایی طلبان جنبش جنوبی و چه از طریق حمایت از برخی گروه های مذهبی در شمال یمن اشاره ری جمهوری یمن به گروه جنبش جنوبی یا هراک جنوبی و همچنین گروه های جدایی طلب حوسی در شمال است حوسی ها که پیرو به مذهب شیعه زیدی هستند میکوشند تا مناطق بیشتری را در شمال یمن تحت کنترل خود درآورند. آقای منصور هادی در ادامه این گفتگو اظهار داشت از برادران ایرانی من خواسته ایم تا در سیاست های غلط خود در قبال یمن تجدید نظر کنند اما درخواست های ما نتیجه ای نداده است به ابزود خواستار آن نیستیم که تنشا میان ما و تهران افزایش پیدا کند اما در این حال امید ما این است که ایران از دخالت در یمن دست بکشد یمن سال گذشته گفت که یک کشتی ایرانی به نام جهان یک در نزدیکی سواحل آن کشور توقیف کرده که سعی داشت مواد منفجره و موشک های زمین به هوا را به طور غیرقانونی وارد یمن کند جمهوری اسلامی بارها متهم شده است که در اوضاع داخلی کشورهای بحرین و یمن دخالت و شیعیان این کشور حمایت های مالی و نظامی می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت بر اساس تصمیم هیئت وزیران قیمت گاز برای مصارف خانگی به میزان 20 درصد و برای مصارف عمومی به میزان 30 درصد در سال 93 افزایش یافته است. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده و در قبضهای گاز از اول فروردین سال جدید اجرایی می شود. بر اساس این مصوبه نرخ گاز برای مصارف صنعتی از 700 ریال به ازای هر متر مکعب به 1000 ریال و نرخ گاز برای سایر مصارف به میزان 15 درصد افزایش یافته است. بیشتر قیمت برق و آب نیز افزایش یافته بود. ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید رانندگی در حالت خوابالودگی و سبقت غیر مجاز را حرام اعلام کرد. و همچنین گفته وقوع تصادفات رانندگی بالا در شعن جمهوری اسلامی نیست و اگر آمار کشته ها در کشور بالا برود آبروی نظام به خطر خواهد افتاد. ناصر مکارم شیرازی پیشتر عبور از چراغ قرمز را نیز حرام اعلام کرده بود. حوادث جاده ای یکی از مهمترین عوامل مرگ در ایران محسوب می شود که تاکنون تلاش ها برای کاهش این حوادث نتیجه ملموسی نداشته است. در ایران سالانه صدها نفر بر اثر سوانه رانندگی جان خود را از دست می دهند. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه هستید تا دقایق دیگر نگاهی به مطبوعات ایران با مشالل عباسده در صفحه یک امروز. از طرف من و گروه خبر شب و روز خوبی را رو برایتان آرزو می کنم. خدا نگهدار.